آقای قمداری بذار برسم باشگاه بعد خبر بگیر. چی؟ بهرام و نیما؟ شایعه است برادر، مگه میشه بازیکن اخراج بشه من خبر نداشته باشم؟ اصلا میدونی چیه رسمش اینه، وقتی یه تیم دوتا بازیش میبره فوری میبرنش تو حاشیه. بابا چه من به این موثق تر از خودم؟ یه دقیقه اجازه بده آقای حشمتی، یه لحظه. سلام آقا. سلام جونم آقا، حال شما خوبه؟ شما خوبی؟ آقا این آقای قناری باور نداره، الان بهش بگو بهرام نیما کجاست. بگم آقا؟ آره عزیزم واقعا بگم. بگو دیگه. اونا هر جفتشون امروز صبح اخراج شدن. چی؟ هر جفتشون امروز صبح اخراج شدن. سلام آقا. چه استریکی قشنگه، چند خریدی؟ من نخریدم، باشگاه خریده. همه میدن از اینا؟ آره دیگه، استوک، گرم کن، شورت ورزشی و هر چیز دیگه که نیاز باشه باشگاه میده. ریف با حاله که این؟ نه آقای احتشام، هیچ معلومه تو این خراب شده چه خبره؟ قضیه اخراج نیما و بهرام چیه؟ شما آروم باشین، من براتون توضیح میدم آقای قیدی. چه توضیح به من میدی برادر؟ من سرمربی این تیمم، از روزنامه و خبرنگارا باید بشنوم بازیکنام اخراج شدن؟ تصمیم مدیریت بوده. مدیریت بیجا کرده بدون اجازه من بازیکن اخراج کرده. شما الان عصبی هستین، نمیدونین چی میگین آقای قیدی. اتفاقا خیلی خوب میدونم چی دارم میگم. شما نمیدونید چه بلایی دارین سر این تیم میارید. افسر باشگاه رو دنده است این دختر بچه، اون وقت با آبرو حیثیت ما داره بازی میکنه. شما به اعصاب خودتون مسلط بشین، من خودم میرم با خانم بوستانی صحبت میکنم آقای قیدی. شما لازم نکرده به خودتون زحمت بدید، من خودم بلدم با اینا چه جوری صحبت کنم. امروز تکلیفمو با خیلی چیزا روشن میکنم. بله آقا اینجاست آقا. آقا قضیه بهرام و نیما رو فهمیده، کامل فهمیده. بهرام عصبانی داره داد میزنه سر سرپرست. من باید تکلیف خیلی عصبانی آقا. عجب آدمایی ان. همه داره داد میزنه. من دیگه خسته شدم. آقا رفت، آقا رفت. کجا رفت؟ کونم رفت دفتر نسترن خانم. خب پس چرا واسادی؟ بجون برو دنبالش بیارش پیش من. آقا چه بهونه آقا؟ بهونه نمیخواد، بگو آقای رستمی گفته خودش میاد. شما کجایی؟ من تو کافی شاپم، آدرسشو برات اس ام اس میکنم، فقط قباد پاش به دفتر نسترن نرسه. باشه باشه خدا حافظ. آقایی باشه باشه، باید بریم جایی. چیه؟ چی؟ کجا؟ آقا رستمی کارتون داره. خانم، آقای احتشام تشریف آوردن. بگیم بیان تو. چشم. کجا رفت؟ سرود بیاد دفتر شما، انگار پشیمون شد. ای بابا. خیلی خب آقای حشمتی بگیم فعلا تیمو تمرین بدن. خانم یا آقای قیدی برنامه کاری که بهتون میگم انجام بدین، خواهش میکنم. آقای رستمی کجایین شما؟ پیگیر کارهای اسپانسرم. الانم با یه آقای جلسه دارم که تخصصش همینه. پورسان میگیره، حامی مالی پیدا میکنه برای تیم. من واقعا نمیدونم اگه پدرم شما رو نمی آورد توی باشگاه باید چی کار میکردم. نه بابا این چه حرفیه، نسترن خانم وظیفه است. بالاخره فوتبالم به گردن ما حق داره دیگه. من و امثال من از صدقه سر همین فوتبال به یه نون و نوا رسیدیم. اگه فوتبال نبود کی میدونه سیاوش رستمی کیه خانم؟ بله فوتبال به امثال شما نیاز داره، تیم منم الان به سرمربی نیاز داره. آقای قیدی وقتی فهمید دوتا بازیکن اخراج کردم گذاشت رفت، اونم درست زمانی که من هفته دیگه بازی مهم دارم، باید سه امتیازو بگیری. الان نمیدونم باید چیکار کنم. به این میگم بازیکن سالاری خانم، نمونه بارز باج دادن به ستاره هاست. شما نگران نباش، من میدونم امثال این مرتی کاری چجوری باید نشون سر جاش. طوری میدم کرکوپرشو بریزن که دیگه واسه بلند پروازی به سرش نزنه. پس هر کاری لازمه انجام بدین دیگه. شما نگران نباشید. خدافظ. شرمنده، این مشکلات فوتبال تمومی نداره. من نمیدونم دوست، دشمن، طرفدار، هواخواه کیه. کارو زندگیشو ول کرده، فقط داره پشت سر تو میزنه. پشت سر من؟
شمشیر رو برا در رو بسته. اما نگران نباش، تو قاموس من حمایت تمام قد از سرمربی تیم وظیفه است. کدوم سرمربی آقا؟ صبح پا شدم رفتم سر تمرین، دیدم بدون هماهنگی با من دوتا از بازیکنامو اخراج کردن. کی؟ خانم بوستانی. یعنی میخوای بگی شما رئیس هیئت مدیره هستی به شما خبر نداده؟ من روحمم خبر نداره. کیا رو اخراج کرده؟ بهرام و نیما رو. میخواد دستی دستی تیمو بندازه. کدوم آدم احمقی خودش دو دستی میاد تیمشو نابود میکنه؟ چرا دیگه؟ خودت این دختره دیگه شورشو در آورده. صد بار بهش گفتم خانم محترم، باشگاه هیئت مدیره داره، قانون داره، کمیته انضباطی داره، به خرجش نمیره که نمیره. خب آقا یه زنگی بزن به پدرش بگو بیا تکلیف ما رو روشن کنه با این دختره. بابا اون بنده خدا گناه داره، اون سر دنیا مریض تحت درمان. زنگ بزنم چی بگم بهش؟ اون تمام امیدش به این دختره است، فکر می‌کنه این دختره داره کارا رو خوب اداره میکنه. به هر حال من نمیدونم، هر جوری شده یه نفر باید این دختره رو مهار کنه، وگرنه من دیگه نمیتونم بدم. حالا برای چی اخراجشون کرده؟ نمیدونم، اینقدر عصبی بودم که نپرسیدم. ببینم تو میدونی؟ بله میدونم. بگم؟ آره عزیزم بگو. رفته بودن مهمونی، از همون مهمونی منشوری ها که کمیته انضباطی بعدش میاد، قلیون و حتی تو مطمئنی؟ من خودم. پسر جون، تو به اون بنده خدایی که قرار بود زنگ بزنی زنگ زدی؟ کدوم بنده خدا؟ آن تایم بودن شرط اول یه فوتبالیست حرفه‌ایه. آها، اون بنده خدا. من نمیفهمم چرا بعضی از این فوتبالیست‌ها به جای اینکه خودشون رو بکشن تلاش کنن کار دفاعیشون رو قوی کنن، راه پیدا کنن به تیم ملی، تا 2000 معروف میشن میرن تو حاشیه. و فیدی یادت دوره ما اینطوری نبود؟ ما همش فکر فوتبال بازی کردن بودیم، بازی جوانمردانه، بازی پاک، شاد کردن دل این مردم. یادته؟ خیلی خوب قبول. مهمونی رفتن، شیطونی کردن، قیلون کشیدن، همه اینا درست، باید تنبیه بشن. ولی نه اینطوری که سرشونو بذاره زیر تیغ پق پق کنه. چه میدونم از قراردادشون کسر کنه، چند تا بازی محرومشون کنه، پاداش بهشون نده. ارنج اصلی من روی این دوتا بازیکن استواره. اگه اینا نباشن تیمم نتیجه نمیگیره، ضربه میخوره. اون وقت همین خانوم میگه شما مقصری، چرا تیم انداختی لیگ دسته یک؟ وقتی سکان یه باشگاه دست یه آدم غیر حرفه‌ای و کار نابلد باشه همین میشه دیگه. اما تو نگران نباش، من یه تاکتیکی بهت یاد میدم که قوی ترین دفاع دنیا هم نتونه جلوش مقاومت کنه، چه برسه به این دختره زپرتی. از من نخوای که برم بهش رو بندازم اصلا. نه قیدی، تو خواهش نمی کنی، تو استعفا میدی. چی؟ استعفای سوری، یه اهرم فشار برای اینکه حریف عقب نشینی کنه. میگید شرط من اینه که این دوتا بازیکن برگردن، وگرنه من سرمربی نیستم. اونم برای اینکه تیم از هم نپاشه مجبور باید را بیاد. خب اگه با استعفا موافقت کنه اون وقت چی؟ اون موقع هیئت مدیره موافقت نمیکنه. اینا رئیسش داره بهت میگه. به من اعتماد کن قیدی. ولی من فکر نمی کنم این کار حرفه‌ای باشه. شاید حرفه‌ای نباشه اما منطقیه، اصولیه. باید بذاریم زیر منگنه. باید یه فضای رسانه‌ای عجیب غریبی درست کنیم. باید مسابقه مطبوعاتی جنجالی بپا کنیم. باید یه فضایی درست کنیم که بفهمه نمیتونه جلو ما طاقت بیاره. مجبور شه با خواستای ما کنار بیاد. قیدی تو نگران نباش، فقط به من اعتماد کن. فقط به من اعتماد کن. باش بریم. تو چرا اینجا نشستی پسر جون؟ گفتم دیگه مزاحم شما نشم. قیدی جان، این قباد از آشناهای ماست، پسر خوب و پرتلاشیه. من فوتبالشو ندیدم ولی خودش میگه فوتبالم بد نیست. ببین یه کاری میتونی براش بکنی. قبلا کدوم تیم بازی میکردی؟ بارسلونا. جان؟ تیم بارسلونا واحد چیت کرد. البته صاحبش کلوبردار عذاب در اومد. دیگه باشگاهمون تعطیل شد. ولی من شکایت کردم به فیفا، قول دادن که پیگیری کنن. توپ ندیدت ولی خمیر آماده ورزه. خودت باید سر شکلی بهش بدی دیگه. حالا من معمولا عادت ندارم وسط فصل بازیکن اضافه کنم، ولی به خاطر گل روی آقا سیاوش
این دفعه رو اشکال نداره، اما یه شرط داره. چه شرطی؟ باید وزن کم کنم. من الان 2-3% با آمادگی فاصله دارم، ولی به خاطر شما چشم. خیلی خوب، از فردا بیا سر تمرین ببینم چند مرده حلاج. یعنی از فردا هم میشه عضو تیم دلاوران؟ استوکو گرم کنم میدن؟ آره بابا همه چی میدن، فقط خودتو خوب نشون بدی. یا میخوایم بریم باشگاه؟ بذار فردا، بذار امشب تو نگرانی بمونه که فردا بتونیم تحت فشار خوب امتیاز بگیریم ازش. باش، پس من میرم خونه. خداحافظ. نگران نباش، پیدی به من اعتماد کن. چی میگفتین به؟ بارسلونا؟ واحد چیتگرش. سلام سهر خانم. سلام آقا قباد، شما اینجا چی کار میکنین؟ معلومه دیگه، خونمون اینجا. حالتون خوبه؟ پدر خوبه؟ مادر سپیبه؟ حالشون خوبه ایشون؟ بله خوبن همه، سلام دارم. داشتین تشریف بریم منزل ما؟ من؟ نه نه. چرا دیگه، داشتین زنگ خونه ما رو میزدین؟ واقعا؟ خب آره، با لیلا جون کار داشتم. لیلا جون خونه است؟ از من میپرسیم؟ از کی بپرسم؟ شما حالتون خوبه؟ نه اصلا. فکر کنم فشارتون افتاده. بفرمایید شیرینی، براتون خوبه؟ شیرینی واسه چی خریدین؟ به مناسبت اتفاق امروز. البته شما هنوز خبر ندارین. مگه شما خبر دارین چه اتفاقی افتاده؟ مگه میشه خبر نداشته باشم؟ اون وقت با این قضیه هیچ مشکلی نداری؟ نه، چه مشکلی داشته باشم؟ اتفاقا خوشحالم هستم. این اتفاق یه پله بزرگه برای رسیدن به موفقیت. من شنیده بودم که ورزش باعث بلوغ ذهنی و تغییر نگرش آدم نسبت به محیط اطرافشون میشه، ولی فکر نمی‌کردم رو شما اینقدر دیگه تأثیر بذاره. راستش سر خانم، من دچار دگردیسی شدم. از امروز شما با یه قواد دیگه طرفید. یه فوتبالیست مطرح که میخواد آخرین سلطان فوتبال بشه. واقعا؟ خب خیالم راحت شد. البته من از اول میدونستم که شما با عقد مینا جون آقا خشر مخالفتی ندارین، ولی خب خانواده‌تون فکر میکردن که اگه بفهمین خیلی شاکی میشین و به هم میریزین، برای همین بهتون نگفتم. چرا ناراحت بشم؟ من از امروز قراره. شما الان چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. چرا؟ شما گفتی عقد مینا و خشایار عقد کردن ما؟ هنوز نه، ولی الان فکر کنم عقد کنم. شما دخالت نکن. یه لحظه سب کنم، برای تو توضیح میدم. آبا با اجازه پدر مادر عزیزم. بله هر کاری کردم نتونستم جلوشو بگیرم. سلام. خوش اومدی پسرم، بیا تو. آخرش کار خودتون رو کردین دیگه. قباد جان آروم باش پسرم، من بعداً به توضیح میدم. چیو میخواین توضیح بدین؟ اینکه منو آدم حساب نکردین؟ اینکه پسرتون رو ترد کردین؟ تقصیر شماست دیگه. من میگم باید بهش بگیم، شما نذاشتی من بگم. داداشی سوء تفاهم شده، بذار من با حرف بزنم. تو دیگه هیچی نگو لیلا، تو دیگه هیچی نگو، که اصلا ازت انتظار نداشتم. از هیچ کدومتون انتظار نداشتم. همه تون منو دور زدین، بی معرفت ها. من میرم باهاش حرف بزنم. نه شما نرو، اون الان عصبانیه، یه وقت چیزی بهتون میگه. اشکالی نداره،
اگه قرار باشه حرفیو بزنه باید به من بزنه دیگه، ناسلامتی ما رفیقی. قباد، قباد، قباد با تو هم ده، بزن، بزن راحتم کن، ده بزن نامروت، یه جوری بزن که خیالت راحت شه، یه جوری بزن که دیگه ازم متنفر نباشی، فقط نگام نکن، نگام نکن، نگات منو میبره زیر سوال، کسی هم که با نگاه بره زیر سوال خود به خود متهمه، ده بزن نامروت، ده بزن نامروت راحت، جون مادرت نزن قباد، باشه، قباد نزن، باشه، تو رو خود، قهرمان، باشه. قباد مسرور وسط زمینه، بگو بیاد اتاق من. آقا قباد، آقا قباد، بله خانم بستانی کارت داره، برو بالا دفتر. باشه. سلام، خانم بستانی پیغام دادن میخوان منو ببینن. هماهنگ نشده. بله. چشم. هماهنگ شد. بفرمایید داخل. سلام. سلام. از پنجره نگاهت می‌کردم. همیشه اینقدر به توپ محکم ضربه میزنی؟ نه، بیشتر بستگی به این داره که چقدر عصبانی باشم. حالا چی بازی کنه تیم من اینقدر عصبانی کرده؟ چیزی مهمی نیست، در واقع من... ببخشین، شما الان چی گفتین؟ بازی کنه تیم؟ درست شنیدیم. من میخوام تو یه قرارداد حرفه‌ای ببندم. میخوام که واسه تیم من بازی کنی. آقای رستمی میدونه؟ من مدیر این باشگاه، من تصمیم میگیرم کی باشه کی نباشه. خیلی خوب، حال تصمیمتو بگی. میخوای تو این باشگاه بازی کنی یا نه؟ میخوای خونه و ماشین داشته باشی یا نه؟ معلومه که میخوام. پس از این به بعد هر تصمیمی که من میگیرم و هر چیزی که ازت میخوام مو به مو انجام میدی، بدون هیچ چون و چرایی. چی فهم شد؟ میخوام هر اتفاقی که توی این باشگاه میفته تک تکشو در جریان باشم. هر پچ پچی که اتفاق میفته منو بعد در جریان بذاری. راستش چی؟ راستش خانم بستانی، اگه شما پول داری ما غرور داریم، اگه قدرت داری ما عزت داریم، نه آدم کسی میشیم نه کسی رو میفروشیم. درسته من خوب شوت میزنم، ولی خودم که شوت نیستم. حالی میداری چی و با چی معامله میکنی؟ آره خب، این حرف آخرته؟ نه، این که مالی فیلمی بود، من اینو یه جای دیده بودم، بعد دیگه راه نداده بود بگم، الان احساس کردم جاشه. قشنگ بود؟ قشنگ نبود. جواب. آخه من آدم خبرچینی نیستم. خیلی خوب، من چند روز بهت فرصت میدم، فکراتو بکن. یا تو تیم من میمونی واسه اینجا بازی میکنی، یا از دلاورام میری بیرون.
ولی فکر کنم که دیگه حرفی نداره. من کار تمام شده میتونی بری. سلام بابا. الو. سلام آقا قباد، سحرم. شما حالتون خوبه؟ خوبه. پس چرا گوشیتون رو جواب نمیدین؟ خانوادتون خیلی نگرانن. نگران من؟ شوخیتون گرفته. من واسه خانوادم غریبم. بود و نبودم براشون فرقی نمیکنه. نه آقا قباد، این حرفا چیه که میزنین؟ اینجا همه به خاطر اتفاق امروز خیلی شرمندن. پس اونا به شما گفتن که به من زنگ بزنی؟ نه من خودم زنگ زدم. اصلا از شما انتظار نداشتم سرخانم. شما هم با خانوادم دست به یکی کردین که منو دور بزنین. نه من... الو قباد جان، مادر فدای تو بشه، بیا خونه با هم حرف بزنیم. الو الو قد شد. بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید بیرون که من تکلیف شما روشن کنم. چرا شاکی میشین اصلا خانم؟ من که چیز خاصی نگفتم. چیز خاصی نگفتی؟ چرا گفتم، ولی حرف بدی نزدم، فقط پیشنهاد ازدواج دادم. شما خیلی بیجا کردی، خیلی غلط کردی. فکر من نمیدونم تو سرت چی میگذره، نمیدونم چه نقشه‌ای داری. چه نقشه‌ای؟ چه بازی؟ من نیتم خیره، واقعا هم قصد ازدواج دارم. من قصد ازدواج ندارم. خوش اومدی. خیلی خوب، همین آروم‌تر بگو دیگه، انقدر داد و قال نداره. در ضمن خانم بوستانی، بنده قرارداد 3 ساله با این باشگاه دارم. شما نمیتونی هر وقت دلتون خواست بگین بفرمایید و اخراجین. شما مشکل اخلاقی داری، به استناد همون قرارداد من اخراجت میکنم. بشین و تماشا کن. بفرمایید. منشی کجاست؟ اینجا در پیکر نداره، هر کی میاد سرشو میندازه میاد تو. نمیدونم. تو چرا هنوز اینجایی؟ برو دیگه، بر چی وایسادی؟ دیوونه خوره است اینجا. کجا؟ سلام. سلام. حال شما خوبه؟ چطوره؟ خانواده خوبن؟ سلام برسونیدم. به جون مادرم، خود خانم بوستانی به من گفتش برم اون بالا. ولی من اصلا نمیدونم داستان چیه. چه خبره؟ چی شده؟ ببینم میگه چه سر و سری بین تو نصرانه. منظورتون خانم بوستانیه دیگه. ببین بچه جون، اگه بخوای واسه من زیر رو بکشی، یه جوری میزنمت که با برف سال دیگه بیای پایین. قصه چیه؟ قصه قرارداده. میخوان با من قرارداد ببندن. نه تو فوتبال هم بلدی توپو؟ بله، اتفاقا تخصص من ضربات ایستگاهی. هر چی پشت ایجاب به من بدی گلو، همش گل. اگه گل نشد چی؟ موقع قول میدی بارو بندیلو ببندی و بزنی به چاک؟ میشه قول ندن؟ آخه استرس میگیرم. گلو روتون کم شد؟ دیدی؟ جون مادرم شانسی بود. قبادین حاضرم باید شرط ببندم که دیگه گل نشه. یه دقیقه باش سر حالیش میکنم. یکی دیگه بزن، من وای میسم تو دروازه. یکی دیگه کلا. دیدی شانسی بود تو پول؟ حالا بزن. داره نه کجا داره؟ کپل کپل
به پولم دیگه. پسر خوب با اینا که حلکل نکن، اینا خوب بلدن آدم ها تخریب کنن. شما هم داشتی نگاه میکردی؟ قرارمو یاد نرا، خیلی وقت نداری. پرسته خانم کجا سرتو انداختی اومدی تو آقا؟ بفرمایید بیرون. داروهاشو آوردم. بفهم حالش چطوره؟ خوبه، نگران نباش، فقط یکم هول کرده. تو هم بهتر از این به بعد بیشتر حواست به عروس خانم باشه. شاد اومد. شاد اومد که بفرمایید بیرون آقا. بابات، بابات. سلام. سلام خانم بوستانی، چی شده؟ خبرنگارا رو ول کن. میگم خانم بوستانی چی شده؟ نمیدونم، از باشگاه اومد بیرون، بعدش دو تا از این موتوریا با چوب و چماق ریختن سر ماشینش. ترسید قش کرد. نفهمیدی کیا بودن؟ تا به خودمون اومدیم در رفته بودن. به پلیس خبر ندادین؟ نه دیگه، من که نسترن خانم رسوندمش اینجا، بعدش هم به شما زنگ زدم. کاری کردیم تو این مقطع حساس، نباید برای باشگاه هاشی درست کنیم. این کاری دشمنمونه، میخوان تمرکز ما رو بریزن به هم، ما نتیجه نگیریم. الان کجاست؟ تو اون اتاقه، زیر سرومه. کسی اونجا راه نمیدن. پسر جون، به من میگن سیاوش رستمی، محبوب دلها، یوز کمیاب آسیا. هزاران نفر حاضرن به خاطر من سر و دست بشکنن. حالا فکر میکنی دری هست روبروی سیاوش رستمی بسته بمونه؟ نه. کجا میاین آقا؟ بفرمایید بیرون لطفا. خانم، من سیاوش رستمی هستم. هر کی میخوای باش، مگه نمیبینی اونجا تابلو زدیم ورود آقایان ممنوعه؟ بفرمایید بیرون. گرفتی چی شد؟ نه. اینجا به شهرت ربطی نداره، به جنسیت ربط داره. عذر میخوام. اومدم. من در خدمتتونم. بله. ببخشید آقای رستمی، حقیقت داره خانم بوستانی مدیر باشگاه دلاورا مورد سوء قصد قرار گرفتن؟ خیر، من این خبر رو از اساس تکذیب میکنم. ایشون سر پستشون هستن و با قاطعیت دارن کارشون انجام میدن. پس دلیل حضور شما در بیمارستان چیه؟ دلیل حضور من خون، اهدای خون. من به عنوان یک الگوی ورزشی به خودم واجب میدونم که در کارهای انسان دوستانه و خیر شرکت کنم و الانم برای اهدای خون، اهدای زندگی به اینجا اومدم. با تشکر که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم ازتون. سلام آقای رستمی، انگیزتون چی بوده از این کار زیبا انسان دوستانه؟ عزیزم، اهدای خون یعنی اهدای زندگی. من اگه بدونم با اهدای خونم میتونم به جون هموطنام کمک کنم، حاضرم قطره قطره خونم رو فداشون کنم. با توجه به اینکه شما یه فوتبالیست معروف و مردمی هستین و آقای گل دیگه برتر بودین، چه پیامی برای طرفدارانتون دارین؟ به هر حال شما یه الگوین. تا اونجا که امکان داره از دود، سیگار، قلیون دوری کنن. این تنها خواهش من از اوناست واقعا. مرسی از شما. قطعش. بله. شما. آقا سیاوش، کار ما تمومه، فقط منو فراموش نکن. ببین، مثل قدیم نمیخوام اونطوری گم بزنی، میخوام بتره کنی.
میخوام تمام فضای مجازی، آنتن، کیوسک‌های مطبوعاتی تو قبضه ما باشه. خیالت راحت، میبرمت رأس اخبار، فقط شما منو فراموش نکن. خیالت راحت، ببین منو برواسم از بس. فعلا. بود ببین رفتن. ببین رفتن. رفت. خانم پرستار، خانم پرستار. بابا بیاین اینو از دست من بکشین. من هرچی خون داشتم تموم شد. این که چیزی نیست. چی؟ این چیزی نیست؟ این خونه سیاوش رستمی ها؟ هر قطرهشو به یکی بزنین آقای گل لیگ میشه. میگه چیزی نیست. بیا این لطفا بکنید اینو. سلام خانم، لطف میکنیم برای که ترخیص منو بدیم. فامیلیتون لطفا؟ بوستانی هست. یه چند لحظه سلام خیلی ممنون. سلام خانم بوستانی. سلام. بهترین؟ خیلی ممنون. کی به شما خبر داد؟ قباد. من شما رو آوردم بیمارستان. دستتون برد نکنه، خیلی لطف کردین. باور کنین وقتی من شنیدم تن و بدنم شروع کرد به لرزیدن. آخه کدوم آدم نامردی میتونه این کارو کرده باشه؟ نمیدونم ولی حدس میزنم کار آدمای بهرام فکور باشه. فکر کنم میخواسته دق و دلی اخراج سر من خالی کنه. شاید هم میخواسته تلافی جواب منفی شما به پیشنهاد ازدواجش. بهرام فکور به شما پیشنهاد ازدواج داده؟ حالا مهم نیست که اون چی کار کرده، مهم اینه که پشت پرده این ماجرا کیه. خیلی دلم میخواد بدونم. خیالتون راحت، آقا رستمی خودش جز دستای پشت پرده است. دیر یا زود میفهمیم ماجرا زیر سر کی بوده. ماجرا رو اینقدر پیچیده‌اش نکنید، شاید یه دل دزد معمولی بوده، فقط خواسته کیفی چیزی بقاپه. یه دل دزد معمولی برای چی باید با چوب و چماق بیفته به جون ماشین من؟ من فکر میکنم این اتفاقات بی ربط به اتفاقات باشگاه نیست. منظورتون قیدیه؟ اون فقط اهل هارت و پورته. در ثانی اون هنوز سرمربی باشگاه، دلیلی نداره به خاطر یه اختلاف کوچیک یه همچین خودزنی بکنه. ببین من نمیدونم، فقط دلم نمیخواد از اتفاقات امروز هیچ خبر و مسئله به اینترنت و مطبوعات درس پیدا کنه. متوجه منظورم شدی؟ به خاطر اینکه اگه به گوش پدرم برسه حالش از اینی که از بدتر میشه. من که به کس چیزی نمیگم. این اتفاق مثل یه راز بین ما سه نفر باقی میمونه. تاپ سیکرت. فوق محرم. کی به این خبر داده؟ من خبرش کردم خانم. خوبی؟ سلام. دقیقا میتونی توضیح بدید که به جون شما سوء قصد شده؟ ببخشید من الان اصلا شرایط روحی خوبی ندارم. خواهش میکنم خانم بوستانی. ببخشید. خواهش میکنم خانم بوستانی. شفافسازی کنید. پدر جون شما حرف منو قبول داری؟ حرف مطبوعات و سایت‌های خبری رو. کدوم کما؟ من سرمور گنده تو دفتر نشستم دارم با شما صحبت میکنم. نه بابا، یکی دو نفر سعی کردم برام دردسر درست کنم اما نتونستم به من آسیب بزنم. ببخشید خانم، آقای قیدی اومدن. نه شما نگران نباشی، اوضاع باشگاه هم خوبه، هیچ مشکلی نیست. فقط سر یکی دو تا از این بازیکن‌ها با آقای قیدی درگیر شدیم که انشالله امروز حل میشه. بله، مامان بزرگم خوبه. شما هم مراقب خودتون باشین. قربون شما، حالا زنگ میزنم بهتون. خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام. پدر بودن، این اخبار و حاشیه‌های زرد بهشون رسیده بود، فکر کرده بودن من تو کما. منم همین الان شنیدم، خیلی متاثر شدم. ولی حالا میبینم که خوب هستید، خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم. من بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. به نظر من رسولی و فکور دو تا بازیکن خاطیان که اصول اخلاقی تیمو بردن زیر سوال و بعد اخراج شن. نظرتون چیه؟ ببخشید. بفرمایید. خانم بوستانی، بدون اینکه لو بدی من پشت خطم، به من بگو قیدی پیش شماست؟ بله. چطور مگه؟ ببین من بهش قول دادم که جلوی شما تمام قد ازش حمایت کنم، هر چی گفت تایید کنم، هر چی گفت تصدیق کنم. فهمیدی؟ بله خیلی هم عالی. اون وقت چه کاری دست من برمیاد؟ شما باید تمام قد سر حرفات وایسی. یه قدم عقب نشینی کنی قافیه رو باختیم. بله بله. باشه حتما. من در خدمت. میرسم خدمت. قباد.
سلام سیاوش، خوبی؟ خوبی؟ کجا داری میری؟ دارم میرم سر تمرین. باید خودم با آقایدی نشون بدم. میخوام اولین نفری باشم که پا به تو بشه. آفرین. منضبط بودن شرط اولی یه فوتبالیست حرفه‌ای شدنه. دم در یکی اومده باهات کار داره. اسمشو نگفت؟ مثل اینکه گفت دامادتون یه همچین چیزی. داماد ما؟ با پای خودت اومدی تو دهن اشتباه. این دفعه بهت رحم نمیکنم. نه خودشو ندیدم. نه به سیاوش رستمی گفتم بهش بگه. ببین اومد. وایسته. خب وایستم که بزنی. نمیخوام بزنم. میخوام بکشمت. نامرد خاین بی‌معرفت. باشه قبول. هر کاری دوست داری بکن. یه دقیقه وایس من حرفمو بزنم. من با تو هیچ حرفی ندارم. اومدی اینجا واسه چی؟ اومدی داغ دل منو تازه کنی؟ یادم بندازی خانواده منو آدم حساب نمیکنن؟ اومدم بگم که اومدی بگی چی؟ که ناراحتی؟ که پشیمونی؟ بگم که بابات حالش بده. الانم خونه بستریه قباد. حالا چی گفتی؟ دیروز که تو قهر کردی رفتید بابات حالش بد شد. بردیمش دکتر گفتن فشار عصبیه. چاره‌اش هم قرص و دارو نیست. باید حتما تو رو ببینی. دیگه چیزی شده به من بگو. من طاقتشو دارم. ده خیالت راحت قهرمان. بابا هنوز زنده است. یعنی چی بابا هنوز زنده است؟ یعنی چی؟ تو خودتو باید برای شنیدن هر خبری آماده کنی قهرمان. چی داری میگی تو؟ ببین تو اون خونه پدرت هیچکسو به اندازه تو دوست نداره. خب اگه برگردی با همه آشتی کنی اونم حالش خوب میشه دیگه. بریم بجون بریم. این شکلی؟ حرف رزم ها بشین بریم.